اصولنامه روند سبز افغانستان رسا. ماده اول: این اصولنامه که مجموعی از اصول و مقررات درون سازمانی است و منظور تبیین اهداف اصولنامه، مکلفیت ها، امتیازات، تعهدات سازمانی و چگونگی عضویت در روند سبز افغانستان رسا و از گردیده همه واحدها و اعضای سازمان بدون استثناء ملزم بر رعایت و اجرای آن بوده و هیچ تصمیم و مقرره درون سازمانی دیگر نمیتواند خلاف آن اتخاذ، ایجاد و وضع گردد. ماده دوم: اهداف این اصولنامه عبارتند از: 1. تبیین اصول اساسی روند سبز افغانستان رسا. 2. تفکیک اصول اساسی رسا به منظور رعایت و تطبیق بهتر آن. 3. تعیین خطوط اساسی ساختاری و عملیاتی رسا. 4. ساختارمند نمودن و ترویج حس مسئولیت پذیری و مالکیت در رسا. 5. ایجاد حق و مکلفیت برای اعضای رسا به منظور گسترش فرهنگ سازمانی اصول محور. 6. جلوگیری از بی‌انضباطی و خودسری ها و قاعدمند نمودن اجراءات سازمانی در رسا. ماده سوم: اصطلاحات آتی در این اصولنامه مفاهیم ذیل را افاده می نماید. 1. سازمان: اختصار نام مکمل سازمان اجتماعی روند سبز افغانستان رسا می باشد. 2. رسا: شکل اختصار شده نام روند سبز افغانستان می باشد. 3. اصولنامه: سندی است که در آن مکلفیت ها، امتیازات، تعهدات سازمانی، فعالیت ها و چگونگی عضویت در رسا بیان گردیده است. 4. مکلفیت: با آن دست از وجایب ام از اخلاقی و سازمانی اطلاق می گردد که رعایت آن به شمولیت در رسا لازمی می باشد. 5. امتیازات: با آن دست از مزایای مادی و معنوی اطلاق می گردد که شخص با شمولیت در رسا با در نظر داشت شرایط و فرصتهای سازمانی و میزان فعالیت از آن مستفید می گردد. 6. حق العضویت: مبلغ معینی است که شخص به محض کسب عضویت رسا به طور ماهانه به منظور پیشبرد امور سازمانی رسا پرداخت می نماید. 7. تعهد سازمانی: عبارت از عهد و پیمانی است که شخص در زمان عقد عضویت رسا با سازمان بسته و خود را ملزم به رعایت و احترام اصول سازمانی دانسته و در راستای تحقق اهداف سازمانی اعلام شده مبارزه علنی و پیگیر می نماید. ماده چهارم: اصول اساسی رسا به ترتیب ذیل می باشد. 1. اصل باورمندی و احساس تعلق از دید فکر و عمل به اهداف اعلام شده رسا. 2. اصل رضاکاری و اعتقاد به کار داوطلبانه. 3. اصل احترام به تنوع فکری درون سازمانی و پرهیز از تنوع رفتاری. 4. اصول عضومحوری و زمینه سازی بر رشد ظرفیت های فردی و کتلوی اعضای رسا. 5. اصل فعالیت محوری و عدم تبعیض منفی بین اعضای رسا. 6. اصل شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری سازمانی. 7. اصل مجازات و مکافات سازمانی و منظور نهادینه‌سازی رفتار سازمانی مطلوب. 8. اصل ابتکار عمل در چارچوب اهداف و اصول اعلام شده رسا با در نظر داشته اصل محرمیت. مکلفیت ها و تعهدات سازمانی. ماده پنجم: مکلفیت و تعهدات سازمانی در رسا شامل موارد آتی می گردد. 1. رعایت و احترام به اصول اساسی مندرجه این اصولنامه و سایر مقررات نافذ در رسا. 2. احترام به تصامیم جمعی سازمانی، تلاش و همکاری برای تطبیق تصامیم اتخاذ شده در رسا. 3. اشتراک در برنامه ها و اقدامات سازمانی و حضور در فعالیت هایی که از طریق رسا راه اندازی می گردد.
4. اجتناب از داشتن روابط رسمی و کاری با افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که علناً با رسا در مخالفت قرار دارند، مگر در صورت هماهنگی قبلی با مراجع با صلاحیت رسا. 5. اجتناب از فعالیت‌های سیاسی اجتماعی در فضای مجازی برخلاف روحیه سیاسی سازمانی حاکم در رسا. 6. داشتن تعهد سازمانی به فکر رسا و تلاش برای گسترش هرچی بیشتر آن به بیرون سازمان. 7. پرهیز از غیابت مکرر و عمدی بدون عذر معجب و معقول در فعالیت‌ها و اقدامات رسا. 8. حفظ اسرار و پالیسی‌های داخلی رسا و اجتناب از عملکردهای نامطلوب و غیر اخلاقی در رسا. 9. پرداخت حق العضویت در زمان تعیین شده و عدم تأخیر در پرداخت آن. 10. متعهد بودن به فعالیت‌های رضاکارانه و انجام این فعالیت‌ها به گونه مشروع و اصولی. ماده 6. 1. زمینه‌سازی سازمانی برای تبدیل شدن اعضای رسا به کادر سازمانی. 2. اعضای رسا از امتیازات مادی و معنوی سازمانی با در نظر داشت مدت عضویت، چگونگی سهمگیری در فعالیت‌ها و نحوه اجرای تعهدات خیش مستفید می‌گردند. 3. رسا زمینه‌های سازمانی رشد فکری و اجتماعی را برای تبدیل شدن اعضای خود به عنوان رهبران نوظهور در جامعه مساعد می‌سازد. 4. رسا برای اعضای خود زمینه‌های تعلیمی و تحصیلی را با در نظر داشت فعالیت سازمانی از طریق بورسیه‌ها و معرفی به دانشگاه‌های ملی و بین‌المللی فراهم می‌نماید. 5. رسا برای اعضای خود برنامه‌های ارتقای ظرفیت را در سطح ملی و بین‌المللی تدبیر می‌نماید. 6. رسا اعضای فعال خود را مورد حمایت قرار داده و اجازه نمی‌دهد تا اعضای آن مورد ظلم و تعدی قرار گیرند. 7. رسا در صورت امکان زمینه‌ها و فرصت‌های کاری را برای اعضای خود فراهم می‌نماید. ماده 7، جزء اول. فعالیت‌هایی را که رسا را اندازی می‌نماید و منظور نیل به اهداف رسا بوده و شامل موارد آتی می گردد. 1. گسترش بخشیدن حوزه نفوذی رسا به لحاظ کمی و کیفی. 2. تدویر برنامه های اکادمیک و علمی به منظور ارتقای ظرفیت اعضای سازمان. 3. تدویر کنفرانس های علمی، سیاسی به منظور ارائه سفارشات برای حکومتداری خوب در افغانستان. 4. تدویر جلسات با سرهسته ها و اعضای سازمان و منظور هماهنگی هرچه بهتر فعالیت ها و ایجاد رابطه میان اعضای رسا. 5. فعالیت در راستای گسترش ساحه نفوذی، یعنی کمی و کیفی رسا در مرکز و ولایات به منظور بسیج نیروی بیشتر و نیل به اهداف سازمان. 6. اشتراک سازماندهی شده در پروسه های ملی مانند انتخابات. 7. تجلیل مناسبت های خاص ملی و مذهبی به منظور گسترش فرهنگ ارج‌گذاری. 8. فعالیت در دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی با در نظر داشت اهداف و مقاصد سازمانی. 9. اشتراک در ائتلاف ها و جریان های سیاسی با در نظر داشت حفظ منافع و تحقق اهداف کلی رسا. جزء 2. عضو فعال و متعهد محسوب می گردد که در همه این فعالیت ها سهم و نقش فعال داشته و عملا تعهد خود را ثابت نماید. تخلفات از اصول رسا. ماده 8. موارد آتی به عنوان تخلف از اصول سازمانی پنداشته می شود. 1. افشای اسرار و اطلاعات محرم رسا به صورت رسمی و غیر رسمی. 2. عدم رعایت اصول اخلاقی و عفت کلام در مراودات رسمی سازمانی. 3.
عدم رعایت مقررات نافذ در رساخ مگر در صورت عذر موجه. 4. عدم اشراف در فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمانی. 5. تخریب مستقیم و غیر مستقیم پایگاه سازمانی و اجتماعی عضو رساخ. 6. عدم اجرای تعهدات سازمانی مندرجه در این اصولنامه. 7. دامن زدن به تعصبات قومی، زبانی، مذهبی برخلاف مقررات سازمانی و قوانین نافذه کشور. 8. اشراف در محافل و مجالس رسمی و سیاسی و حمایت از رقبای سیاسی و دشمنان ارزشی رسا. 9. تأمین روابط با سایر جریان‌ها، احزاب، شخصیت‌های حقوقی و حقیقی بدون هماهنگی با رسا. 10. هرگاه رفتار و عملکرد اعضای رسا در زندگی اجتماعی ناقض اصول سازمانی بوده و سبب تخریب هویت و اعتبار رسا در جامعه گردد، رسا اقدامات انضباطی لازم تا حد سلب عضویت را به منصه اجرا می‌گذارد. ماده نهم، چگونگی برخورد با عضو متخلف. 1. در صورت دریافت مدارک و شواهد از تخلف عضوی از اصول اساسی رسا، کمیته سیاسی و واحد تشکیلات رسا موارد نقض اصولنامه سازمانی را مستندسازی نموده و با در نظر داشت نحوه تخلف و میزان آن اقدامات تأدیبی مقتضی را در جلسه مشترک هر دو واحد اتخاذ می نمایند. 2. اقدامات تأدیبی به ترتیب شامل توصیه، اخطار و لغو عضویت از رسا می گردد. 3. به عضویت متخلف در جلسه تصمیم گیری مشترک هر دو واحد فرصت شنود دفاعی وی داده می شود. 4. در صورتی که تصمیم به لغو عضویت عضو متخلف گرفته شود، عضو مذکور برای همیشه از سازمان اخراج می گردد. ماده دهم، مرجع حراست کننده اصولنامه. صلاحیت و مسئولیت اجرایی کردن این اصولنامه را کمیته سیاسی رسا به عهده داشته و از اجرات خود به رهبری رسا پاسخگو می باشد. ماده یازدهم، اجرای تغییر اصولنامه. این اصولنامه بر اساس تصمیم و فیصله کمیته سیاسی و تصویب رهبری رسا می تواند تغییر کند. ماده دوازدهم، انفاس. این اصولنامه بعد از تصویب از سوی کمیته سیاسی و رهبری رسا به منصه اجرا گذاشته می شود.